بی تو چه کنم، پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا. معصومه محمدی، متولد اصفهان هستم، فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی از دانشگاه کاشان. برای شهریه دانشگاهم کلن دنبال یه کار میگشتم، بعد اتفاقی یه آگهی زده بودن اطراف اون محیط اطراف خونمون، بعد نوشته بود که به چند تا نیروی خانوم توی زمینه کاشی هفرنگ نیاز داریم. اتفاقا من و چند تا از دوستان تصمیم گرفتیم که بریم و این کار رو ببینیم. رفتیم این کار رو دیدیم، یک هفته تمرین کردیم، دیدیم که واقعا از این کار خیلی خوشمون میاد، تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. بچه های خانواده دانشجو هستن و اینکه پدر نمیتونست از پس هزینه همشون بر بیاد، ما تصمیم گرفتیم که هر کدوممون مستقل باشیم و بتونیم خودمون شهریه دانشگاهمون رو بدیم. به خاطر همین هر کدوم از خواهر برادرام هر کدوم مشغول یه کاری بودن و منم وارد این محیط کاری شدم. کلا 9 ساله که توی این کار هستم، توی کار کاشی هفرنگ. پروژه‌های مختلفی توی کشور ایران، افغانستان، عراق با اکیپمون، بچه‌های گروهمون انجام دادیم. بیشتر وقتم و هلوهوش 6 سال وقتم رو برای پروژه کارته سخی با آقای حمیدی همکاری کردم کلن، و اکیپمون کلن با آقای حمیدی 6 سالی رو برای پروژه سخی بچه ها زحمت کشیدن همکاری کردم. باید خیلی کار سختی باشه که بتونم مثلا خودم یه زمانی کار مستقل، کارگاه مستقل داشته باشم. ولی خب در کنارش وقتی که تو این محیط بودیم با دوستای زیادی آشنا شدیم، تصمیم گرفتیم که با هم همکاری داشته باشیم، بتونیم مستقل کار کنیم. و خدا رو شکر الان 3 سالی هست که ما داریم مستقل کار میکنیم، خودمون پروژه های افغانستان میگیریم، بازاریابیشو دوستان انجام میدن، بخش مدیریت کارگاهش با خود بنده است. حمیده نوروزی هستم، 24 سالمه، 7-8 ساله که مشغول به این کارم، کار هفرنگ. من تازه که میخواستم شروع به کار بکنم وارد یک کارگاه کاشتسازی شدم، اصلا هیچ شناختی نسبت به این کار نداشتم. همینجوری که از دوستام گفتن که بریم فلان کار و کارش هم خوبه و هنریه، چون من قبلا زمینه نقاشی این چیزا رو داشتم، یعنی نقاشی کار میکردم، چند سالی طراحی این چیزا میکردم. بعد اومدم تو این کار، دیدم بله اوکی هم با این کار، میتونم، خیلی هم دوست دارم این کارو، ادامهش دادم. بعد کم کم با خودم فکر کردم، گفتم چطوری میتونم تو این کار ارتقا پیدا کنم. شروع کردم نمایشگاه های مختلف رفتن. اولین نمایشگاهی که رفتیم نمایشگاه گل سرخ بود که تو تهران، اولین سال 95 بود رفتیم. بعد همینجوری نمایشگاه مختلف رو گذروندیم، بازاریابی کار شد، پروژه های مختلف رو گرفتیم و با هزار تا مشکلات و سختی که در راهمون بود با اکیپ خودمون تونستیم به این مرحله برسیم. ما میخواییم این کار رو دوباره توی افغانستان اجراش کنیم، دوباره با مثلا مساجد رو بازسازی کنیم، پروژه های خیلی کلان دیگه ای بگیریم. من خودم به شخصه وقتی که وارد این کار شدم خیلی این کار رو دوست داشتم، چون فکر کردم این دقیقا همون چیزیه که من دوست دارم، حرفه خیلی خوبی بود. بعد به خاطر همین تصمیم گرفتم که این کار رو ادامه بدم. شاید قسمت مالیشم در وهله اول برام خیلی مهم بود، ولی وقتی که وارد این کار شدم
فهمیدم دیدم نه اونقدر که میگن از لازم مالی شاید حقوقش اونقدر به چشمم نمیخورد، شاید خیلی چیزایی که تو این هنر بود، اون آرامشی که همیشه به من میداد، یا اینکه من این هنر رو اینقدر دوست داشتم، شاید این چیزا بود که منو تشویق میکرد که اصلا توی این هنر بمونم. چون که من میتونستم مثل خیلی از بچهای دیگه با گرایش تحصیلیم که حقوق خصوصی خوندم کار کنم مثل بقیه بچه، ولی نمیدونم من واقعا به این کار علاقه دارم، دوست دارم که تو این کار بمونم، این کار رو گسترشش بدم، حتی توی کشور خودم میخوام هنرهای درخشانی داشته باشم توی این زمینه. ما خیلی نمایشگاه مختلف برگزار کردیم با دوستانمون، به مدت 3 ساله که اکیپمونو مستقل دیگه، همه یه اکیپ خانومی داریم، همه دارن توی این زمینه فعالیت میکنن توی کارگاه، همه کاراشو از 0 تا 100 این کار رو خود خانوما انجام میدن. با اینکه کار سختیه، به اصطلاح یکم کار مردونه‌ایه، ولی من فکر میکنم چون بچه ها خیلی این کار رو دوست دارن، همشون با عشق و اشتیاق دارن این کار رو انجام میدن. شاید حالا توی کار ما شاید خستگی هایی هم باشه، ولی خب من فکر نمی کنم این خستگی ها هم باعث نشده که بچه ها نسبت به این کار خیلی بی‌رغبت باشن یا اینکه بخوان خسته بشن، دلزده بشن از این کار. اتفاقا همه این کار رو خیلی دوست دارن و خیلی با اشتیاق دارن. و اینکه محیط ما، محیطی که توش هستیم، همه خانوم هستن، جو خیلی خوبی داریم، همه با هم دوست هستن، صمیمی هستن، شاید اینا هم تأثیر داشته باشه روی کار ما. یه محیط فان داریم، همه با هم در طول روز اصلا نمیفهمیم که ساعتها چجوری میگذره، فقط میفهمیم از صبح که ساعت 8 صبح میریم سر کار، یه وقت میبینیم ساعت 8 شب شده و باید بریم خونه هامون، و اینکه فردا صبح هم دوباره بچه ها با همون اشتیاق میان سر کار. پروژه های دیگه که تو افغانستان داشتیم، پروژه آرت کافه بود که کار کف و دیزاین میز و صندلیاش انجام دادیم، توی شهرانوی کابل بود. و یه پروژه دیگه هم که انجام دادیم این که توی جاغوری، توی غزنی جاغوری، یه پروژه مسجد انجام دادیم که متاسفانه همین جنگایی که اخیرم بود تخریبش کردن. و امروز زنگ زدن بهمون گفتن که ما دوباره میخواییم فعالیتمون شروع کنیم توی زمینه و دوباره اجرا کنیم. البته کارهای داخلی شده بود، فکر نکنم خسارت جدید دیده باشه، اما بیرونش آره حسابی تخریب شده که دوباره میخواییم بازسازش کنیم. کشورهای دیگه کارهای عمان انجام دادیم، تو کشور چین کار انجام دادیم، مسجد درست کردیم، البته فکر کنم 6-7 سال پیش بود. و کشور عراق چند سال پیش هم حرم امام حسین رو بازسازی کردیم، مرمت کاشیاش انجام دادیم. در مورد سختی های این کار، چون که به ظاهر یک کار خیلی خیلی ساده به نظر میرسه، به نظر من حتی آموزش دادن این هنر به یه فرد 3-4 ماه حداقل برای ما طول میکشه تا بتونیم این هنر رو به اون فرد آموزش بدیم که چجوری قلم دستش بگیره، چجوری رنگ بذاره روی کاشی، از لحاظ ترکیب رنگیش چجوری، مثلا یه زمینه ای که فیروزه‌ایه چجوری ترکیب رنگیش رو انجام بده، در رابطه با چیزایی که از لحاظ جسمی آسیبایی که داره، شاید بتونیم همین کمر درد و گردن درد رو بگیم که اوایل که بچه‌ها میان توی این کار همه‌شون به خاطر اینکه گردن درد و کمر درد دارن، شاید خیلی زود زده میشن از این کار، خسته میشن، دیگه دوست ندارن ادامه بدن. در رابطه با حقوقش میتونیم بگیم که بچه‌ها، چون که این حقوق این کار خیلی کمه، شاید یکی از دلایل این که خیلی از بچه‌ها اصلا نمیان سمت این هنر میتونه همین حقوقش باشه که خیلی درآمدش پایینه. محدودیت‌های دیگه هم که داریم توی عالم مهاجرت، همین مجوزه که اصلا این کار زیر مجموعه صنایع دستی اصفهانه، این که هیچ مجوزی به اتبا داده نمیشه و این که ما خانوم هستیم، از لحاظ بازاریابیش ما خیلی خیلی اذیت شدیم، زحمت کشیدیم که تونستیم خودمون رو به این مرحله برسونیم و توی صنف کاشی‌سازا بتونیم خودمون رو مطرح کنیم. حتی مطرح کردن این کار 1 سال یا 2 سال برای ما خیلی طول کشید که همکارا حتی باور داشته باشن که ما میتونیم توی این عرصه حداقل یک کار مفید انجام بدیم. و اینکه توی پروژه‌های افغانستان بازاریابیاش، اینکه یک خانوم رو به عنوان یک خانوم ما رو
اصلا کارمون رو قبول نداشتن. اینا همش سختی های کار بود، ولی خب خدا رو شکر ما تونستیم این سختی ها رو بگذرونیم و بتونیم پروسه ها پروژه های مختلفی رو توی کابل یا کشورهای مختلف داشته باشیم. چی میخواد با هر گندش؟ نه نه نه، میخوام اصلا کلا این وسط بشاره. اینو بگیر. الان وسط در وسط نیست. نه اینو بگیر، طور نیست. خب میذارم روی اینم. یه خط به اضافه میخوام. یه دقیقه دست این که بخواد یه خانوم کار کنه شاید برای اکثریت خانواده‌های افغانی مهاجر شاید چیز جالبی نبود، ولی خب خانواده از این لحاظ هیچ مشکلی نداشتن. ما خیلی راحت تونستیم که به خانواده بقبولیم که این اصلا کار زشتی نیست که یه خانوم وارد بازار کار بشه، و خیلی هم استقبال کردن. نه ما اونقدر مشکل اونجوری نداشتیم که خانواده بخواد مخالفت کنه. نسرین بیا. وای وای سا وای سا وای وای سا نرزی. بریز بریز نسرین رو بریز بریز بریز. اینجا بریز، اونجا نرز، اینجا بریز. خواهر من نسرین لیدر هستن، به خاطر همین دوستاشون کسایی که از سوئیزرلند اومده بودن چند ماه پیش اومده بودن اصفهان و اونا اومدن کارگاه ما رو دیدن، از هنر ما استقبال کردن، خیلی خیلی خوششون اومد، حتی یه نفرشون کلن ویزاشون رو تمدید کرد چون که خیلی خیلی علاقه به این کار داشت. و اینکه این دوتا خواهر که رفتن دوستای بعدیشون رو هم دوباره به ما معرفی کردن، چون که همه دوست داشتن که این هنر رو از نزدیک ببینن، چون میدونستن این هنر مال اصفهانه، یه هنر اصیل و سنتیه. اونا هم خیلی خیلی خوششون اومد، اتفاقا هر جا میرفتن عکس‌ها و طرح‌های خودشون رو همراه با کاشی برای ما ارسال میکردن و خیلی خیلی استقبال کردن از این هنرمون. این بجز پروژه های افغانستان، پروژه های قبلیه که بهتون گفتم ما تقریبا با واسطه میگیریم، چون رابطه آنچنانی نداریم توی کشورهای مختلف. اگه بتونیم با مستقیم بگیریم که خیلی عالیه، اما خب چون رابط نداشتیم با واسطه میگرفتیم و انجام میدادیم. دغدغه مجوز داریم، دغدغه این که این کار مردونه است. توی افغانستان مخصوصا به خانوما اونقدر بها نمیدن، چون فکر میکنن از پس این کار بر نمیایم، در حالی که واقعا از پس این کار بر میایم. اولین بار که قلم گرفتم روی کاشی ها گذاشتم که رنگ بزنن، این حس به هم دست داد که واقعا یعنی یه هنر خلق کردن به این نیست که مثلا تو همه اون هنر رو خلق کنی، تو گوشه ای از هنرم اگه داشته باشی در واقع تو سهیم هستی تو این هنر. سارا محمدی هستم، متولد سال 1378 اصفهان، که در اصفهان سکونت دارم. کلن هفت رنگ، یعنی این که توی این کار کاشی شما از هفت رنگ استفاده کنید، بیشتر یعنی رنگ‌آمیزی. و اینکه من فعلا دارم روی کار رنگ‌آمیزی کار میکنم و این خودش خیلی حس خوبیه. به نظر من سخت نیست، چون من اول تو کار فرش بودم و اینا با طرح‌ها نقشه‌ها مثلا اینا آشنا بودم. و اینکه مثلا اسم رنگا، خود رنگا که مثلا چطوری پخش بشه یا مثلا بزنم، اینا رو من قبلا مثلا توی کار فرش اینا رو دیده بودم، تجربه کرده بودم و برای من زیاد سخت نبود. اینکه مثلا بسیاری از طرح‌ها مثلا بهشون اسلیم میگن، یا اینکه مثلا حاشیه‌اش چطوری با رنگ بشه، زمینش چی هست، اینا رو من خودم میدونستم و تا حدودی آشنا بودم، میتونستم تشخیص بدم که مثلا این با این کار چه تفاوتی داره، یا مثلا طرز چیدمانش چطوریه، مثلا اول کار چطوریه، آخر کار چطوریه اینا. خب و اینم باید بگم که ما تنها اکیپ خانوم هستیم، چه در ایران و اصفهان و چه در افغانستان، که داریم از صفر تا صد این کار خودمون به تنهایی انجام میدیم. حتی بازاریابی این کار هم دوستان خودشون دارن، خانوم ها انجام میدن. من ستاره محمدی هستم، 14 سالمه، حدود 2 ساله که وارد حرفه هفت رنگ شدم. این هنر خیلی دوستش دارم و در کنار مدرسه و تحصیلم هم که کلاس هفتم هستم،
گهگاهی بعضی روزا که مثلا درسامون یکم سبک باشه و فرداش کاری نداشته باشیم میایم توی کارگاه و سعی میکنیم که هنرمون رو ادامه بدیم. کارمون یه جورای کار سختیه، ولی خب در کنارش جو صمیمی داریم توی کارگاهمون، همه با هم صمیمی هستن. کار خستگی زیادی داره، مثلا گاهی اوقات که کارا عجله باشن و اینا مجبوریم که تا بیشتر ساعت شب توی کارگاه بمونیم، ولی خب بازم با تمام مشکلاتش کار قشنگی و دوستش داریم. زیر یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن، دو تا خسته دو تا تنها، یکیشون تو یکیشون من. دیوار از سنگ سیاه و سنگ سرد و سخت خارا، زده قفل بی صدایی به لبای خسته ما. کاش این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم. زیر یادم خراب کرد. برنامه زیاد داریم، اگه حمایت بشیم اکیپی که هستیم میریم افغانستان و این کار ادامه میدیم. خیلی مسجد هست توی افغانستان که باید درست بشه، باید بازسازی بشه و خیلی پروژه های ما از افغانستان میخواییم قشنگ از اول بسازیمش. این کوره کوره صنعتیه که ما آوردیم، کاشی ها رو از اون طرف میذارن و با دمای 1045 درجه میپزه، از اون طرف طول میکشه تا میاد این وسط. این وسط رو بهش میگن جهنم سرخ، جهنم یعنی بیشترین حرارت رو این وسط داره که کاشی ها اینجا پخته میشه و کم کم سرد میشن و میرن بالا.
سوار میشید از سیل اومده اسمان همه تا دنیا را سه بار اسمان دوتا نمه بار چیز که نمه بده اسمان دوتا نمه بار دوست بشه سیل بیا؟ نه من در حال دوتا بار اونجه بم یه چیز حساب زیاد کردم مسجد شاهه، بعد بزرگتر مسجدیه که توی میدون امام هست، بعد اینا کاشیه که هم معرق و مقنس توش کار شده، بعد اون اشکال هندسی که اون بالا هست همه پیچ و مهره شدن، بهش میگن که اینا همه مقنس هم. اینا پیچ و مهره شدن، اینا بالا با دوغا و اینا میچسبونن. البته اون جوکه که من بهتون نشون دادم اسکلت بندش قدم با جوکه انجام میدن، بعدش میرن میچسبونن. دیگر نبندم دلم را